سلام میکنم به تمام دوستان Let's Make. خوشحالم که دوباره دارم ویدیو میسازم براتون و دوباره برگشتیم به ویدیوهای ریلز. من ریلز رو خیلی دوست دارم و حالا قصدمون اینه که با هم یک REST API بسازیم با ریلز. من پروژه رو پیشتر اینجا ساختم و حتی مستنداتش هم نوشتم، یعنی این لینک رو حالا میذارم تو دیسکریپشن، شما برید دانلود کنید پروژه رو، آموزش هم دادم که چطور میتونید رانش کنید و اینها. اما چیزی که برام جالب بود پروسش بود که از یه پروژه کامل با ریلز خیلی خیلی آسون تر میشد در واقع، حالا به عبارتی جمع کردن یه پروژه REST که خب منطقی هم هست، چون اینجا ما دیگه یه مزاحمی به اسم ویو نداریم و اینا رو میندازیم گردن فرانت کارمون. حالا من اینجا بریم توی کد، کدم هم آماده دارم اینجا. حتی ببینید من اینجا یه مدل ساختم، مدل کتاب. حالا اینجا که نشون نمیدهیم توی دیتابیس هم کجاست، دیتابیس تو مایگریت اینا. من اومدم گفتم که خب من وقتی کتاب میخونم سه تا چیز برام مهمه، یکی عنوان کتاب، یکی نویسنده، یکم امتیازی که خودم به کتاب دارم میدم. نتیجتا این سه تا حالا فاکتور، سه تا پارامتر رو دادم به حالا اون کتاب هایی که میخوندم. خب قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب و من دمو به شما نشون بدم از اینکه این API قرار چجوری به ما جواب بده، ممنون میشم اگر ویدیو رو لایک میکنید، اگر تو کانال سابسکرایب میکنید و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک میذارید. و خب اگر سوالی چیزی دارید Let's Make 10 در توییتر هست و اگر میخواید مطلع بشید که ویدیوها کی میان، زنگوله کنار دکمه سابسکرایب و همچنین فالو کردن کانال تلگرام Let's Make 1 در تلگرام توصیه میشه اکیدن. خب بگذاریم اینجا چرا حتی هنوز که هنوزه این چیز بالاست، سرور بالاست، عجیبه. ببینیم تو لوکال هاست 3000 API V1 بوکس. خب همونطور که میبینید من یه سری کتاب ها رو اینجا لیست کردم با یه سری امتیاز. حالا مثلا من بالاترین امتیازی که میتونستم متصور بشم برای یه چیزی 5 بوده. حالا لیمیتی هم نداریم اینجا فعلا، ولی خب من اینجوری در نظر گرفتم که اگر کتاب 5 بگیره یعنی کتاب خیلی خوبیه. اولین کتابی که گذاشتم 80 روز دوره دنیا بود، نه به خاطر اینکه خوندمش و حالا امتیازش اینا بالاست، البته زمانی که نوجوان بودم واقعا خوب بود این کتاب و واقعا لذت می‌بردم از حالا خوندنش، ولی امروز روز فقط اسمش و اسم نویسندش که فکر کنم یه اس بعد از ایش نیاز داشت، حالا نمیدونم، مطمئن نیستم این قضیه رو. اولین کتاب اینو سریع وارد کردم که ببینم API ام آیا کار میکنه یا نه. بیشتر این کار از سر حالا ذوق و شوق بود و نه اینکه در واقع چجوری بگم به شما. حالا بگذاریم، یه پیامی تو تلگرام برام اومد، یکم دیسترکتینگ بود. اما خب مثلا نگاه کنید آیدی 3 که سومین کتابی که من، حتی کتاب دومم غرور و تعصب جین آستن بود که پاکش کردم، آره داشتم متد دیلیتش رو تست میکردم. ببینید اینجا مثلا اومدم گفتم سومین کتاب Operating Systems Design and Implementation بود که اندرو استوارت تننبام نوشته. حالا این بیشتر رفرنس درسیه، ولی خب من چون قبل دانشگاه خونده بودم شو اینا و الانم هر از گاهی سر خیلی پروژه ها بهش رجوع میکنم، گفتم که خب این امتیازش 5 دیگه قطعا. حالا من میخواستم یه مدل فیلم هم اضافه کنم به این و دیگه نیم یه پروژه از اول بسازم. یه پلیلیست ریلز من دارم، اون رو براتون اصلا یه کارت میاد همینجاها و بهتون نشون میده که حالا چجوری میتونید یه پروژه ریلز شروع کنید. خب
مثلا ببینید کتاب نهمی که اینجا اضافه کردم جنایت و مکافات داستایوفسکی بوده با امتیاز 4 مثلا، حالا این امتیازش پایین تر از این بوده، یه سری چیزا باید بعدن اضافه شه بهش، ولی خب من فعلا میخواستم اینو خیلی سریع جمع و جورش کنم. بگذاریم اینجا من سرور رو میارم پایین، ولی خب ما دو تا چیز نیاز داریم قطعا، این تب رو نگه میدارم برای سرور، این تب نه، این تب باشه برای حالا کثیف کاریامون. من اینجا میام میزنم Rails G Model، یه مدل میخوام بسازم، اسمشو میذارم Movie، فیلم. حالا بیام ببینیم که یه فیلم چه چیزایی داره. من اینجا یه فیلمی رو سرچ میکنم از فیلم های مورد علاقه. خب ببینیم که جوکر چی شده، چه اطلاعاتی رو گوگل به ما میده از جوکر توی حالا این چیزی که اینجا داره. خب جوکر میاد به ما یه اسمی داره، خب اسم فیلم جوکره، تمام، سال ساختشه، ژانرشه. حالا من چی کار میکنم؟ بذارید یه موس پد باز کنم. تکست ادیتور ببینیم که خب این تکست ادیتوره چیز نیست. کلوز ویتوت سیوینگ بزنیم، بیاییم اینجا. میگیم که یه تایتل داره فیلم. جنس تایتل چیه؟ جنس تایتل معمولاً یک رشته متنیه. حالا به ماکسیموم و مینیمومش و این داستانا کاری نداریم. یه ژانری داره که این هم معمولاً یه رشته کاراکتریه. تا این دوتا رو ما اوکی کردیم. سال ساختش مهمه. این هم ما استرینگ پاس میدیم، ولی این میتونه اینتیجر هم باشه. بعد عرضم به حضور شما که تایتل و ژانر رو داری. مدت زمان فیلم ها برای من خیلی مهم نیست. حالا اینجا چیزای جالبی داره میاد میگه. میگه که دیدیش؟ آیا دیدیش که این؟ بیم حالا اینا رو من وسواسم و OCDم رو یکم ستیسفای کنم اینجوری. میگه آیا دیدیش یا نه؟ خب is watched، این منطقا باید بولیان باشه. نه، سیوش نکنیم اینو. و میگه که اگر ندیدی بذار تو واچ لیست که مثلا حالا بعدن ببینی. خب منم راستش میخوام مثلا بعدن این فیلمو ببینم، حتی دیدمش فکر کنم 5-6 بار همون توی عید دیدمش فقط. واچ لیستش کردی؟ خب اینا رو یکی یه دونه ببرم جلو که این فاصله باشه. آیا به نظر شما اینا کافیه؟ نه، اینا کافی نیست. من مثلا میخوام بدونم که کارگردان فیلم هم کیه. مثلا چه میدونم، اگر این فیلم کریستوفر نولان باشه ببینم، اگر زک سنایدر باشه نبینم، اگر چه میدونم مثلا مال پازولینی باشه چرا ندیدم تا حالا، از این چیزا. خب ببینید که ما تا الان چه چیزایی داریم. آها، دو تا چیز مهم دیگه هم میمونه برای من شخصا، اینا مهمه. یکی امتیاز IMDb، یکی هم امتیاز Rotten Tomatoes. میگم که IMDb score، همونطور که میبینید IMDb score چون میتونه اعشاری باشه من چیز میزنم، فلوت میزنم، اما Rotten Tomatoes چون درصد میده مثلا نیم درصد رو میشه ازش گذشت. اینم اینتیجر. دوباره وسواس. خب من الان یک شمایی از مدلم رو دروردم. حالا چی کار میکنم؟ میام اینجا اینا رو مینویسم. مینویسم تایتل استرینگ.
دایرکتور استرینگ، ژانر استرینگ، سال اینتیجر میدیم بهش، دیدم یا ندیدم. خب تقلب میگیریم از داکیومنتاش، میگه که بولین رو باید همینجوری بولین بدید به شرط باینری هم فکر کنم میشد داد اینجا، ولی ما بولین بدیم. بولین یه ترو و فالس خیلی ساده میگیره و تمام میکنه. حالا من این فایل رو نگه میدارم به عنوان حالا یک اسکیما، یک شمای کلی از کلیت دیتابیسمون. این واتچ لیستد هم بولین، آی ام دی بی سکور، فلوت، راتن تومیتوز هم دو تا چیز داره، دو تا تی داره، بله تومیتوز و ای هم داره اینجا. این داره درست کنیم اینجا چون حالا کاری نداریم. راتن تومیتوز اینتجر. خب من الان کل اسکیمایی که داشتم رو دادم به این، ببینیم چی میشه. چیز خاصی هم نباید بشه الان قاعدتاً، ولی خب ببینیم چی میشه دیگه. یه مدل ساخته شد، بیایم اینجا مایگریشن مووی رو ساخت. حالا این فایل مایگریشن خوبیش به چیه؟ به اینه که خب ما خیلی راحت میتونیم بیایم اینجا ببینیم که چه تایپ هایی رو در واقع ما اینجا داشتیم. مثلا میدونم is watched بولینه، میدونم watch listed هم بولینه، IMDB score ولی floatه و rotten tomatoes اینجوری. حالا یه time stamps هم داره که دیدیم دیگه با هم چجوریه. من اینجا میزنم rails db migrate که جدولاشو بسازه، بعد با هم چیزو میبینیم، SQLite رو میبینیم. ساخت و میرم تو DB، میگم که SQLite 3 development.sqlite tables. یه تیبل مووی دارم، میگم که آقا هر چی از موویز داری برام بکش بیرون، که نداره چیزی فعلا. خب من یه مووی رو دستی اضافه میکنم به این قبل اینکه اصلا بخوایم یه روتی بهش بدیم، یعنی آموزش از 2 دقیقه دیگه تقریبا شروع میشه. خب اینجا میزنم rails console، تو rails console میزنم movie.create. اینجا من اسکیمای کلیمو دارم، اینم نیاز ندارم فعلا. بریم اینجا جوکر ببینیم چه خبره. خب میگم که تایتل میزنم جوکر، بعد عرضم به حضورتون که دایرکتور اگه اشتباه نکنم اینجوری نوشته میشد، مال تات فلیپس بود. ژانر یا سبک دراما اکشن، ژانری که من دوست دارم معمولا. year 2019 اومد، سالی بود که خوب بود از نظر سینمایی، اما راستش از نظر غیر سینمایی واقعا شاید خوب شروع شد ولی خوب تموم نشد متاسفانه. میگیم که is watched true، دیدمش، میدونم که دیدم این فیلم رو، خوشم هم اومده و وقتی که دیده باشم watch listed شدنش خود به خود فالس میشه. حالا اینا رو میشه یه کاری کرد که حالا بعدن جفتش ترو نباشه و این داستانا، خیلی درگیر ظواهر نیستیم ما. IMDB اسکور عزیزمون چنده تو این قضیه؟ IMDB اسکورم 8.5 از 10 که میگیم فلوته، اگر اشتباه نکنم اینجام IMDB score float بود. Rotten Tomatoes هم که 68% گرفته و Rotten Tomatoes ببینم اینجا
Rotten Tomatoes آفرین به من، درست نوشتم بالاخره. 68 چه فکر میکنم 86 گرفت. حالا کاری نداریم. خب همونطور که میبینید اینو انداخت توی دیتابیس. از کنسول خارج میشم، دوباره میریم توی این دوست عزیز و حالا میگم که تیبلز رو به من نشون بده. دات تیبلز. مگه میشه؟ دات تیبلز فرام موویز. چرا میگه نیست همچین چیزی؟ آها، برای اینکه تو دی بی نبودیم. میگم یه چیزی اینجا اشتباهه. خب میگم که هر چی تو موویز داری بده بیرون. آه. یه فرام هم میخواست. خب اینجوری که میبینید یک آیدی یک داره به من برمیگردونه، میگه که جوکر تاد فلیپس ساخته فیلمو، دراما اکشنه، تو این تاریخ هم اضافه شده و حالا مودیفای شده. حالا من چی کار میخوام بکنم؟ میخوام یه مسیر خاصی بهش بدم که اینو ببریم بالا دوباره، دوباره باید بیاد پایین. نگاه کنید من تو بوکس که هستم داره به من تمام کتابایی که اضافه کردم رو نشون میده. حالا اگه بیام تو بوکس 3 فقط همین کتاب تننبامو نشون میده. خب من اولین کاری که میخوام بکنم اینه، بیام یه ایندکس بنویسم برای این قضیه. برای این قضیه من نیازمند کنترلرم. اگر نمیدونید کنترلر چیه، ریلز سیستم مدل ویو کنترلره. مدل رو که ساختیم، مدل خود دیتابیسه. سادش کنم، ویو اون چیزی که ما میبینیم، مثلا اینجا داریم این جیسون رو میبینیم، این خودش حالا میشه گفت ویو ماست. کنترلر داره این دوتا رو به هم ربط میده برای ما. حالا میام بنویسم Rails G controller API ورژن 1 movies. اینو ساخت. حالا کاری که میکنم چیه؟ میام توی roads.rb اینجا اضافه میکنم resources movies. حالا نمیدونم کار کنه یا نه، بریم تو موویز. میگه که ایندکسش رو نمیتونم پیدا کنم. میگم ایرادی نداره. ببینید اینجا توی حالا اپ تو پوش کنترلرز یه فایلی ساخته شده به اسم moviescontroller.rb. میام اینجا، میام ایرادی نداره. حالا میام که یه ایندکس میخوام بسازم هلو. چجوری؟ میگم که movies مساویه با movie dot، اگه اشتباه نکنم dot all بوده همچین چیزی. بعد عرضم به حضورتون که میگیم که render کن json at movies. بله، همونطور که میبینید اولین فیلم اینجا اضافه شد. همونطور که میبینی تمام جزئیات رو داره به من میده. میگه که تو یه فیلمی داری توی دیتابیس به اسم جوکر به کارگردانی فلان فلان بیسار اینا و حالا مثلا دیدیش و واچ لیستت هم نیست. حالا میخوام یه فیلمی رو، میخوام اینجوری باشه که اگر زدم موویز اسلش یک بتونه با این اکشن حالا شو به من یه چیزی نشون بده. میام چی کار میکنم؟ اینو نگه میدارم اینجا. میام مینویسم def show at movie مساویه با movie.find از پارامتر id میگم استفاده کن. نمیگم که render کن json movie رو. حالا بیایم اینجا. خب ببینید من اینا رو ساختم. حالا
قضیه چیه؟ قضیه اینه که من میخوام فیلم دوم رو خودم مثلا با CURL بیام اضافه کنم بهش. چه فیلمی؟ مثلا واندر وومن که من فیلمش رو ندیدم و میخوام یه چیزی باشه که واچ لیستت باشه. واندر وومن سرچ میکنیم. بله. مشاهده چقدرم طولانیه فیلم ها. امتیازه بهتری هم. حالا روتن تومیتوز بهتره نسبت به چیزه دیگهش. اوکی. ما اطلاعات رو اینجا داریم. کارگردانش کیه؟ پتی جنکینز. کارگردان رو نمیشناسم متاسفانه. ولی همین که زک سنایدر نیست خودش خیلی. حالا کاری ندارم به اینا. ما چی نیاز داریم؟ ببینیم تو بوکس من چی کار کردم. اومدم برای create گفتن که آقا پارامترها رو بیا کیلویی اینجا برای ما بگیر دیگه. توی متد حالا عمومی گفتم که بیا آقا همه اینا رو به عنوان یه فایل جیسون برای ما بگیر دیگه. اذیتمون نکن. گفتیم که فیلم ما دایرکتور داره دیگه. چی داره اینجا؟ ژانر رو داریم. عرضم به حضور شما که بعد از ژانر دیگه چی داریم؟ آهان، سال رو داریم. این روت هم دیگه نیازی ندارم بهش. سال رو داریم. بعد از سال این همون چیزایی که توی فایل جیسون حالا میخواییم همه رو بفرستیم سمت سرور که مثلا فیلم واندر وومن هم اضافه شه به این قضیه. دیگه آهان واچ لیستد رو داریم. بعد از واچ لیستد هم که IMDB اسکور رو راتن تومیتوز رو داریم. بسیارم عالی. حالا من توی متد create میام چیکار میکنم؟ یا میگم که آقا یه متد بر من بساز به اسم create. میگم که movie مساوی بشه با movie.create با پارامترهای فیلم. میگم که اگر movie ساخته شد برای من یه جیسونی حالا برگردون به این اسم که created successfully به این شکل. یه مسیجی رو بفرست سمت کاربر با استاتوس 200. در غیر این صورت یه اروری رندر کن براش. که بگو نتونستم این موجودیت رو برات بسازم و استاتوسم 400 برگردم. تمام. الان حتی دیگه به مرورگر هم نیاز نداریم. خب من چی رو میخواستم بسازم؟ آهان واندر وومن. میام چی کار میکنم؟ میام اینجا میزنیم CURL X post. میام که میخوام یه چیزی بفرستم روی سرور. نمیخوام بخونم. موقعی که ما با مرورگر میخونیم عموما داریم get میکنیم یه چیزی رو. الان میخوام بفرستم دیگه. چیزام هم اینجا دارم. اینجا داشته باشم اینا رو. میگم که پست میخوام بکنم. یه هدر میخوام که بگه اون چیزی که داره میاد سمت سرور اپلیکیشن جیسونه. یعنی فایل جیسون داره میاد. و یه دی کوچیک که نشون میده دیتایی که داره میاد سمتت چیه؟ سینگل کوت میذاریم. توی سینگل کوت مینویسم تایتل. اینجا مینویسم واندر وومن. دیگه مینویسم دایرکتور پدی جنکینز. ژانر اکشن وار. اون چیزی که گفته خب جنگ هم هست توش طبیعتاً.
چه سالی بود؟ واندر وومن 2017. نسبتاً قدیمی هم هست، من هنوز ندیدمش، عجیبه. چطور من این فیلم های سوپر هیرویو خیلی دوست دارم و ندیدم، خیلی عجیبه این قضیه. ایز خب این year هم بهتره که کوچیکش کنیم چون ممکن نفهمه. ایز واچ دم فولسه، واچ لیست دم چی؟ true. IMDB score هم چنده؟ IMDB scoreش میشه 7.4. Rotten Tomatoes چی؟ چند درصد گرفته؟ Rotten Tomatoes 93% گرفته. میام آدرس سرورم میدم، http://localhost/3000 API ورژن 1 موویز و تمام. الان من اینتر رو بزنم، حالا یا باید به من بگه که تونست بسازه این رو، یا باید بگه که آقا من نمیتونم بسازم. اگر اروری بده ارورش رو با هم رفع میکنم، نه ترسید، خطری نداره. یه اروری به من برگردون ببینیم چی میگه. میگه که تو controller.rb تو خط 18 ما یه مشکلی دیدیم. خب میگه که render فلان. آهان این استاتوس ها، میبینید اینجاها مشکل دیده و نتونسته کد رو اجرا کنه، حقم داره بنده خدا. دوباره اروری داد، ببینیم اینجا چی میگه. میگه تو خط 25 این تابه رو تموم نکردی. اثر عجله نوشتن اینها و عادت کردن به سبک کد نویسی پایتونیا کد نویسی من رو خراب کرد. ایرادی نداره، میگه که با موفقیت ساخته شد. بریم اینجا بریم موویز رو ببینیم. خب همونجور که میبینید الان داره به من میگه که توی فیلم ندیده داری به اسم واندر وومن که پتی جنکینز ساخته، این ژانرش و فلان و بیسار و اینا. خب این به این شکل، اینها رو ساختم، حالا دیگه باید چی کار کنیم، چی بسازیم. مورد دیگهش آپدیته. من یه فیلم دیگر رو الان اضافه میکنم جلوی شما، بریم یه فیلم دیگرم سرچ کنیم، مثلا آکوامن. فیلم رو یه هفته پیش تقریبا دیدم من. این که کارگردانش جیمز ون. اوکی، این که میخوام حالا چه بلایی سر این جیسون بیارم. بریم اینجا، من آکوامن رو دیدم. خب آکوامن میذاریم، ببینیم این ژانرش چیه. میخوام همه چیز رو تقریبا درست بدم. اکشن ادونچر، تقریبا اکشن رو بزنم برای همش کافیه. میشه جیمز ون. میگم که ژانرش مثلا ادونچره، سالش هم 2018 است و حالا IMDB اسکورش همون 7ه، Rotten Tomatoes چقدر پایینه، 65. همه اطلاعاتو درست دادم به جز این که نگفتم که آقا من این فیلم رو دیدم یا واچ لیستش کردم، رو اشتباه زدم، میخوام اینو درست کنم. حالا بیایم اینجا ببینیم، ما الان 3 تا فیلم داریم اینجا، یه فیلم دیگه هم حالا اضافه میکنم منتها بعد از این، بعد از اینکه یه متد جدید پیاده کردیم. آموزش هم داره طولانی میشه و من نمیخوام انقدر زیاد طولانی بشه. کجا بودیم؟ فکر کنم یه آپدیت میخواد، تقلب بگیرم از چیزی که اینجا نوشتم. بله، آپدیت خیلی ساده ای میخواد. میگیم که def update، قبل از اینکه مشکلی پیش بیاد من اینو میبندم، میگم که movie مساویه با movie.update با، ببینید خود ریلز خیلی چیزها رو هندل کرده ها،
کمی که اگر درست بود، خب چرا این کارو میکنم؟ ما جماعت کپی پیست کار هستیم. البته من نیستم، میبینید که من همه چیزو حتی تو ویدئوی آموزشم خودم مینویسم، ولی بعضی از استک اورفلو کپی پیست میکنن. کار قشنگی نمیشه گفت نیست، ولی وقتی که کد رو نفهمی و کپی کنی، فرقی با مثلا تقلب تو امتحان ریاضی از بغل دستیت نداره. اینا ما کپی کردیم اینجا و عالی. حالا من میخوام چی کار کنم؟ اینجا از یه متد جدید استفاده میکنم. میام نیستم CURL یا curl x put چی کار میکنه؟ put همون پسته، با این فرق که میتونه برای ما آپدیت کنه. حالا میگم از کجا بفهمیم چه متدایی میشه استفاده کرد. فقط باید یکم صبور باشیم. می نویسم که از put استفاده کن و همچنان header رو بذار content type application json و اینجا میگم که خب is watched رو برای من بکن true، watch listed رو برای من بکن false. چرا؟ خب من دیدم اون فیلمو. میگم که http localhost 3000 API V1 movies slash. حالا اینجا آیدی سه دیگه که میگم اینجوری تعیین کردم که آقا ندیدم ولی دیدم، میخوام درستش کنم اینو. movies میگم که تو سومی حالا میخوام این رو درست کنی برام. درست شد. حالا اون میزنه created successfully، من میخوام بزنم updated successfully. اوکی؟ خب همونجور که میبینید درست شد. حالا ما update هم ساختیم، میمونه یه مورد دیگه. من یه فیلم دیگه اضافه میکنم به قضیه. و بریم سراغش. حالا مثلا این جزئیاتی که ازش میدونم و اینجا بذارم، مثلا بذارم بتمن علیه سوپرمن که کارگردانشم این دوست عزیزمون بود که کاش فیلم نسازه هیچ وقت دیگه. میگیم که بتمن وی چرا زدم؟ خب خودش شناخت. بتمن علیه سوپرمن طلوع عدالت. اینم اکشن ادونچره خوشبختانه، منتهی سال 2016 ساخته شده. متاسفانه 3 ساعت وقتم رو هدر دادم سرش، احتمالاً باز هم هدر بدم و ببینمش دوباره، ولی واچ لیست نشده. آی ام دی بیش 6.5 بوده. روتن تومیتوز یا خدا 28. میگه که این فیلم رو اضافه کردم اینجا. خب این فیلم رو هم ساختم. حالا بنا به دلایلی من میخوام واچ لیستم رو خلوت کنم. حالا من بعدا با یه کوئری میتونم بفهمم که چیا تو واچ لیستم و چیا نیستن. اما مثلا الان من تو این جیسونی که اینجا دارم، بریم رو موویز 2 نگاه کنید. مثلا میگم که من واندر وومن رو گذاشتم تو واچ لیستم. خب اما رفتم تریلرش رو دیدم، یه نقدی ازش خوندم یا حالا هر چیزی مشابه این و دیدم که آقا فیلم جالبی نیست، به سلیقه من این فیلم نمیخوره. خب چی کار کنم؟ بیام از لیستم کلن حذفش کنم که یه لیست چیزتری داشته باشم دیگه، لیست بهتری داشته باشم. حالا این چرا آپدیت شد؟ مگه آکوامن قرار نبود آپدیت شه؟ اینم آپدیت شد. True false. عجیبه. بریم اینو آپدیتش کنیم اول. اینکه آقا ندیدم اینو به خدا. ببینیم که اصلا واچ لیستمه.
چرا همه رو داره چیز میکنه، دستکاری میکنه. فهمیدم، چون کلی پاس نمیدم بهش. اگر کل پارامتر رو پاس بدم بهش، اینم درست میشه. حالا مسئله ای نیست، اینم درست میکنیم. البته بذارید اینجا ببینم که من چه گندی زدم. مووی اپدیت، اگر مووی چیز شد تو بوک ببینیم چی کار کردم. تو اپدیت، آهان، این همه کتاب همه فیلم ها رو داره اپدیت میکنه. درستش اینه که بیام اینجا چیکار کنم، بگم که اول فیلمو، خب بذارید یه دور با اون قبلیه چیز کن، درستش کن، ترو فالسش کن. اوکی، حالا میگم که آقا بیا جای این کار، جای این کار زشت، با حالا ID پیداش کن. اگه پیداش کردی با اون پارامترهایی که بهت پاس دادم بروزش کن. اینم از این. خب ببینیم کار میکنه یا نه. موویز دو میخوام اینو فولز کنم. کجای موویز دو میخوام بگم که آقا تو واچ لیستم هست اما ندیدمش. با موفقیت آپدیت کرد. ببینیم که فقط این درست شد. بله درست شد. الان واندر وومن اینجوری. حالا من گفتم که مثلا میخوام این لیست رو کوتاه کنم، واندر وومن رو ازش میخوام حذف کنم. چیکار میکنم؟ خیلی ساده است. میام مینویسم که دیفاین کن یه چیزی به اسم دیستروی. دوباره بیا اون رو پیدا کن با پارامترهای ID. بعد میگم که اگر چیز بود، اگر بود، این ادساین اولش هم یادمون نره، دیسترویش کن. بیا رندر کن یه جیسون برای ما، مسیج بده، بگو که پاک شد، استاتوسم 200 برگردون. اگر پیداش نکردی و نتونستی پاکش کنی، بیا ارور بده، بگو could not delete entity و استاتوس 400 بهم بده و ببند تابه رو. خب فکرم همه چیز رو نوشتیم دیگه تا الان. من میام چی کار میکنم؟ میام میگم که CURL یا curl x delete کن http localhost 3000 API version 1 movies 2 رو که Wonder Woman بود دیگه، میگه پاک شد. حالا ببینید اینجا من واندر وومن قاعدتا نباید داشته باشم، ندارم. یا حتی اینجا اگر برم میبینید که ریلز داره به من ارور میده، میگه که من 2 پیدا نکردم. اما مثلا بریم تو 3 میبینید که آکوامن رو پیدا میکنه. بریم تو 4 پیدا میکنه که بتمن علیه سوپرمن رو دارم. و خب تو کل قضیه موویز هم به این شکل داره به هم نشون میده که چی به چی. برگردیم سر اصل قضیه. من همه اینها رو اینجا برای شما مستند کردم، یعنی میتونید کلن تقریبا عمده این داستان رو اینجا بخونید و حالا خودتونم تمرین کنید. اگر دنبال مشق نوشتنید براش، میتونید مثلا یه یوزر بسازید و تعیین کنید که آیا یوزرها میتونن اینجا کاری بکنن یا نه. میتونید برای موویز هم ما تقریبا همه اینها رو داریم.
بحثی که میمونه بحث احراز هویته که اون رو ما با چیزی انجام میدیم به اسم JWT. حتی تبش هم اینجا دارم، میتونی ببینید که تا یه جایش هم خوندم که بعد کامل تر بخونم. JWT یا جیسون وب تاکن چیزیه که به ما کمک میکنه از طریق حالا API بتونیم احراز هویت بشیم و تغییرات رو ایجاد بدیم. من این تغییرات این کد رو هم الان انجام دادیم دیگه. بنویسم گیت استاتوس، میبینید که چه چیزایی حالا اومده. میگم که گیت اد کن همه رو، گیت کامیت ام موویز مدل ادد. خب بقیه حالا داستان رو هم بعد از اینکه ویدیو رو چیز کردم مرتب میکنم و آپدیت میشه. ممنونم از اینکه ویدیو رو دیدید. قبل از اینکه خداحافظی کنم بگم که مهران عزیز، مهران تعریف از چنل سیلیسیوم، یه دوره DRF ضبط کرده که بد نیست اون هم ببینید. لینکش رو تو دیسکریپشن قرار میدم براتون، برید ببینید. اگر میخواید با جنگو کار کنید، اگر میخواید با ریلز کار کنید، این رو ببینید. و همچنین بابت لایک هاتون، سابسکرایب کردناتون و به اشتراک گذاری های ویدئوتون ازتون کمال تشکر رو دارم. خداحافظ تا ویدئوی بعدی.